کیه؟ یعنی کی میتونه باشه این موقع روز؟ من چی میدونم، مگه من آیفون تصویریم؟ نکنه قاچاقچیان اومدن موادشونو بگیرن. ایو تو کجا میای؟ برو، من پشتتم. برو. علی کیه؟ سلام، رحیمی هستم. درو باز کنید. به سلام، حال شما چطور؟ خوب هستید؟ دارن میرن خواسته بریم؟ چه ماچو بوسه ای هم میکنم. معلومه خیلی وقت هم آید بودم. بفرمان کجا میرم؟ من افتخار ایدم سنگا دست بکنم. دست نزنی. الو سلام رئیس جان. بله از وقتی که دستور دادی ما توی محلیم. موردی که نه، فقط نیم ساعت پیش یه ماشین پلیس اومده بود برای جریان ماشین سرقتیه. الان هم یکی با جعبه‌شیرینی رفت توی خونه شون. اوکی، پرواز داریم؟ بله، چشم حتما میام سراغت. ما با صحبتی که با فرماندهی کردیم به این نتیجه رسیدیم که ممکنه، دارم میگم ممکنه، خدایی نکرده برای شما خانوادتون مشکلی پیش بیاد، خطرناک باشه براتون. البته اصلا جای نگرانی نیست. بنابراین تصمیم گرفتیم که یه مدتی خود بنده تحت عنوان پوشش کنارتون باشم. من که نفهمیدم میشه بیشتر دوزی بدی؟ یعنی که میان پیش ما با ما زندگی میکنن. دقیقا به عنوان مهمون. مهمون؟ ساده یا جناب سردون؟ از قدیم گفتن مهمون از مهمون خوشش نمیاد، صابخونه از هر دو شد. خودمون اینجا مهمون. نه بابا کریم، بفرما قدم تو سر چیش خواهش میکنم. آقا اکبر برو یه چند تا پیشامه از ننه بگیر بیا. نه دستتون درد نکنه، من اتفاقا وسایلم آوردم الان تو ماشینه، فقط اگه اجازه بدین برم بیارم. آقا بشه چه تعارف میکنی؟ بزاد یه زیر شماری واسه جام سر کن. بزاد خواهد نظر بدید طوره چند تا بچه ها رو بفرست کمک بیژن؟ بله. چهارچشمی خونه رو مواظبت کنید. بله. کی میره کی میاد همه گزارششو میخوام. حتما. خیالم راحت شد که با پلیس همکاری نمیکنه. مرحله دوم رو چرا اجرا میکنی؟ میشه بگین مرحله دوم چی کار میکنی؟ دیگه به چشم هم اطمینان ندارم. برو تو موقعش که شد بهت میگم. معروفی داره امروز همه نهار مهمون من. آقا حسین من که گفتم همه مهمون من. صحبت کردیم دیگه. ببخشید حسین از لحاظ امنیتی مشکل درست شده؟ من عاشق این چیزای پلیس هم دیگه، از لحاظ امنیتی همه چی رو عوض میکنه. خیلی عالی میشه این نبرد غافلگیر میکنه قاچاقچی‌ها رو. آقا محسن بفرمایید. چون تعقیب اون کردن اومدیم اینجا. آقا کریم آه زندگی عادی تو کنی خواهش می‌کنم. چش چش. برای چی برنامه عوض شد؟ خب بگی با تعاملش. دیور خانم خواهشن شما رفتار عادی کنید، اینقدر اینور اونور رو نگاه نکنید. بفرمایید همینجا بشینید. بفرمایید. پوشتی که خریدی باید چی کار کنیم؟ حالا اشکالی نداره که بعدا تو خونه یک کباب تابه یه چیزی بیرون آکامبی درست کنه. بفرم شما بفرم بزرگتری بفرم بفرم درسته دستشوی کجا؟ خانم ما از کجا میدونم؟ آقا این بر یه دستشوی آقا من اینه برم دستشوی هم اون ای اکبر آقا اینا نرسیدم. خیلی خب پس من اینجا وای میسم شما وسایلو پیاده کنین. بله چشم تو من اینجا جا پاک فقط اون صندوق عقب باز نمیشه. دست نمیگیرم اجازه بده خودم میشه جلو میگیرم. بابا به رضا ببخشید ببخشید جناب. بابا سلام نه داشت تو شو نگاه کردم مرده جایی قرار نذاری یا نهار مهمون خودم. میشه اینقدر منو سرگرد صدا نکنی؟ آقا جون حواست کجاست؟ محسن جون بیا بریم تو خیلی دستتو بنداز سر خودمونه. میشه چرا بی جنب مازی در میری؟ فقط گفتم به اسم کوچیک صداشون کنین. کارو چی میکنی؟ شما هم خیلی حساسیت نشون دادین. الان تو خونه کسی نیست، تا عادت کنیم زمان میبره. بعدم ما یه اخلاقیاتی داریم. هر کی گفتیم سلام علیک نمیشیم پسر خالش. بله زمان بگذره. حالا شما میشه کمتر منو حرص بدین بریم داخل؟ بله آخه اکبر نیومدی. خب مگه کلید نداری؟ کلید؟ ایوا بفرما برو در رو بفرم بفرم
خب تو شما میرین من ماشین رو پارک کنم سری میرم. نه من پارک کنم. نه من پارک کنم. بیا بابا من خودم پارک کنم. رانندگی بلدی هستی. بیا من پارک کنم. خودت آقا چی من آمدم روشن کنم رفت کردی. خیلی مدل شدید ها. رفت جون محسن. یعنی آقا کریم واقعا از تربیت شما متعجبم. حالا من همه آقا چی ما تو مأموریتی میگی سرگون. بابا کجا بیا عقب بفرمایید جناب سرگون بیشوری بیداد میکنه جناب سرگون من به شما قول میدم این دفعه دیگه هممون کاملا حواسمون جمع آقا جون حواست اگه میخواد جمع باشه به ایشون نگو جناب سرگون الان دوباره گفتی جناب سرگون قرار شد به ایشون بگی محسن دیگه بابا اشکالی نداره جلو در همسایه و تو کوچه نباید بگین جناب سرگون تو خونه اشکال نداره نه دیگه آقا جون آقا جون بعد عادت کنین تو خونه به اسم کوچیک صداشون کنین دیگه من اگه بفهمم ببخشید زمان میبره به هر حال تا اینکه ایشون رو جناب سرگور صدا کنیم زمان مثل اینی که آقا کریم و ژوپین صدا کنیم شب تو آقا کنم بس آقا کنم بس آقا بابا دیوونش کردید بس دیگه تو این همه سال خدمتم آدم شما ندیدم من واقعا به این خوبی ببینم محسن جو چایی میخوری عزیزم؟ بله من برم پیجامه بیارم آفرین سر راتم دستات تمیز بشه و چند تا چایی تر زنیز برم بله شما میخوری؟ نه من نمیخورم من نمیخورم شما میخوری؟ نه منم نمیخورم شما میخوری؟ نه منم نمیخورم خیلی خوب دیگه نمیخورم بله خب من پیجامه میخورم ولش کن روانی کردی منو ببر چند تا چایی تر زنیز برم چای میخوری؟ بله واسه شما آب خنک بیارم بهتره کم رنگ چای کم رنگ ببین دیوونهش کردی بفرما شما بفرمایید من که گفتم خانواده اون قاطیم بیا صد بار به قاسم گفتم جلو در خونه ما پارک نکن. قاسم کیه؟ بابا پسر همسایه‌مونه. تو می‌بینی فرتی میاد اینجا پارکش میکنه. خب پیاده‌ش اومد اینجا پارک کرد. دیگه پارک کنی. خب پیاده‌ش پیاده. ای واسین کسی پیاده نشه. یه لحظه. چیه؟ حال پیاده‌شین. اصلاً تحت نظر نیست. آقا یه لحظه. شکوفه جان، جاسگا نگو طبیعی رفتار کنین. ای با اکبر آقا، مگه جناب سرگرد نگفت منو سرگرد صدا نکنی؟ آره. ببینید پریسا خانم حرف شما کاملا متین ولی الان من آهسته گفتم بعدش هم محل خلوته کسی نیست خب منم تو ماشین گفتم که فقط تذکر داده مرسی ممنون از تذکرتون آی مردم چقدر زهر و برس میکنید آخه مگه جناب سرگرد نگو طبیعی رفتار کنین ای بابا درسته اون آقای کیه داره اونجا ماره نگاه میکنه کماما برنگرد اون اونجا ایستاد در مغازه باشه عادی من همینجوری مثلا برگردم باشه سری لحظه ای بابا زیبای جونی که عباس و خودسه آقا کیه؟ با بقال محلمونه تو مغازه عباس آقا کیه؟ اون مشتریه دیگه داره خرید میکنه بابا چقدر جف میدی پریسا جون وا ما که داشتیم طبیعی پیاده میشدیم شما جف دادی احتیاط کردم بابا وای خسته شدم این همه جاسوس بازی سر درد گرفتم بابا پیاده شیم دیگه راست میگی دیگه پیاده شدن بله برای هیچ جای نگرانی نیست اصلا لزومی نداره پس امن و امانه ما میخواستیم برگیم سواد کو خب الحمدلله ای بابا برگشتن بفرمایین سیبر خانم بفرمایین قدم تو سرش کش بفرمایین سلام علیکم یالا بفرمایین جناب سرگرد بفرمایین جناب سرگرد بفرمایین
جناب سرگرد، ما الان از بیرون اومدیم، هیچ خبری نبود، هیچ مورد مشکوکی هم نیست، خیالتون راحت. ای بابا، زیور خانم، من که عرض کردم خدمتتون، شماها خواهش کردم زندگی خودتون رو بکنین، روال طبیعی، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. من تعجب میکنم بابا. جناب سنگ، ما هم داریم زندگی خودمون رو میکنیم، خیلی عادی. ما گفتیم از بیرون یه خبر بگیریم که کار شما راحت تر بشه. هم ولی آقا جون، من یه نفر دیدم داشت میرفت تو مغازه عباس آقا، خیلی مشکوک بود. نه بابا مشکوکی چیه، مشتری معمولی بود، رفت تو مغازه و برگشت دیگه. نه آخه شما که ندیدین چجوری داشت به ما نگاه میکرد. شما ندیدین به تو نگاه میکرد؟ بله آقا جون. چجوری نگاه میکرد؟ من یه خواهشی بکنم از همه. خواهش کنید، خواهش. البته صد بار گفتم ولی این بار اجازه بار آخر اجازه بده، اجازه بده من زبون اینا رو بهتر بفهمید. شما بفهمید بابا، این جناب گفت زبانش مو دره بود، بس که به ما گفت این انسان واقعی زندگی کنی، روال طبیعی، روال طبیعی. ما هم مثل انسان‌های طبیعی داریم زندگی میکنیم. خب پس با اجازتون من برم خیلی طبیعی لباسمو عوض کنم، زود برمیگردم. گوفه آبجی، آبجی یه لحظه بیا پایین. باشه اکبر جان، بذار جناب سرگرد داره حرف میزنه، حرفاش تموم شد میام پیشه. جناب سرگرد گفت که جناب سرگرد صداش نکن. نه نه زیبر جون اشتباه نکن، جناب سرگرد منظورش بیرون از خونه بود، توی خونه که کسی صداش رو نمیشنوه، درسته جناب سرگرد؟ گفتن نه تو خونه نه بیرون از خونه. چطور بودی مادر؟ حالت خوبه؟ بیا گفت شما نیبرده بودم سرگرد بگو حموم داره اگه میخواد یه دوش بگیره. جناب سرگرد، اکبر میگه اگه میخواید برید حموم آب گرم بزنید. بله شنیدم، آب گرم بزنید. میشه بریم تو حیاط بخوابیم نداراش؟ نه همینجا بخوابیم خوب. میخوای بریم یه ساعت مست بدیم؟ لازم نیست، بگیریم بخوابین آقایون. حسین جان نیام بالا سر من، استرس دارم. کسی نمیاد، بخوابیم. آقا محسن، من مثل این از استرس خواب به چشمام نمیاد، میترسم به اون حمله بکنم. اگه تو حیاط باشیم بهتر میتونیم از خودمون دفاع کنیم. بریم تو حیاط بخوابیم. آقا کریم بگی بخواب. برای آقا کریم، اینجا امنه، تا حالا دزدی نشده. اکبر آقا حرفا میزنی، اون قاچاق فروش ها که نمیان اینجا دزدی کنن، میان موادشون رو ببرن. این معلم شیمیه تو این سریاله یه جوری رفت بین گنگستر. آمیز ببند دهنتو، با هرچی بدبختی داری میکشم از دست تو این سریالته. آقایون بخوابید. عجبا. بله منم با جناب سرگرد، یعنی آقا محسن موافقم، بخوابید. این معلم شیمیه توی این سریاله یه جوری رفت بین گنگستر ها جوری رفت بین آقا محسن. آقا محسن بریم تو حیات، هواش خیلی بهتره، بهتر هم میتونیم از خود اون دفاع کنیم. من دیدم که میگم ها نخوردیم نونی گندو که دیدیم دست مردم. پاشو پاشو بریم تو حیات. آقا کریم بخواب. آقا ماسه ای وای خواب بله بودی؟ خواب بودی؟ نه آقا بیدارم الان. هیچی حسن، ببینم فردا چی کاره ای. اجازه بدی فردا بشه بهت میگم. آه. حالا اجازه هست بخوابیم یا نه؟ بله بله چشم. آقایون همگی اجازه هست؟ بله بفرمو. یه صدای اومد. آقا جون صدای شلپ شلپ بود. شنید زن؟ نه صدا تختر بود. صدای نایمد. آقا کریم بگی بخواب. آقا فکر کنم آقا کریم توهم زده، فشار روحی رو زیاد بوده. آقا توهم چیه؟ من خودم هم صدا رو شنیدم. حسن حسن پاشو، حسن خطرناکه. موسی موسی پاشو، خطر داره. ببینم شما تو محلتون گربه نداریم؟ چرا آقا یک محل گربه خیزی اینجا تموم شد و گربه سا پس صدای گربه است. آها ببین ببین شنیدی؟
یکی جسد تو حیات. آقا موسی دارم میگم آقا یکی پرید تو حیات. آقا جون همسایه یکی رو میبینم. کی رو؟ درخته. هیچی درخته. آقایون بلنشیم بلنشیم بریم تو حیات بخواییم ببینیم. خطرناکه. هیچ خطری نداره. خطرناکه. بلنشو کریمان بلنشو. بخواب 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 باشیم ببینیم. بخواب بخواب خطرناکی تو حیات صدا گربه بود. بخواب بهروز بهزاد باشیم آبا باشیم آما باشی پسر گلم خوش بهزاد باشیم آبا خوش زور شد لنگ زور شد دیگه باشو آشه دیگه بخیر آقا محسن مخلصیم آبا ببخشتم بفرمو جونم آقا کریم ها کاراتو بکن خب امروز باید با هم بری یه جایی چشم آقا حسین ما میاریم ما رو ما هم حساب کنه ما هم هستیم نه خیر شما لازم نیست شما با خانواده برین یه اطراف ترقبه اینا رو بگردین قشنگه حسین من نیام جز بچه نیرو هم نیام من یعنی آقا کریم یادم بنداز این ماموریتم تموم شد حتما به فرمانده یگان ایشون زنگ بزنم بگم اون کارت پایان خدمتشو فعلا نگرد اصلا بگو نگهش دارم جناب سرگرد بابا من چی گفتم گفتی خودت گفتی به اسم کوچیک صدات کنیم دیگه خب نیک نمی‌کرد انقدر بی جنبه باشی دیگه درست میگم بابا محسن نگو دیگه اصلا بگو محسن آقا محسن الان قرار کجا بریم بابا میگم بهتون میگی آقا ما هم حساب کن ما هم با آتون میایم شما بفرمایید بفرمایید کجا بفرماییم؟ میاییم دیگه ما غریبه ایم مگه آقا جان میگم لازم نیست شما لازم نیست بیان شما با خانواده باشین بهتره بفرم ای بابا پاشو بریم ببین من چی میکیشم پاشو بریم مثل این که ما خیلی غریبه از که زبون میسونن از شما تعجب میگم بذار بیاییم ما خیلی به دردتون میخوریم آقا جون برو تو برو تو آقا باشه ما میریم فقط این دارم خودتون جمع کنید چون ما اینجا وایسیم حرفتون میمونه یه اونگه میماسه من رفتم مثلا اینا رو ادب کردم خدا صبرت آقا رفتم بگو به قرار کجا بریم آقا کریم جونم خوب حواستو جمع کن ببین به چی میگم چشم آقا موسی چشم اونا تا الان مطمئن شدن که جنسا دست شماست آه. بنابراین رفت آمد این خونه 100% زیر نظرشونه حواست با منه آره 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 با بچه های ستاد هماهنگ کردم امروز بریم برای جنسا مشتری پیدا دستتون درد نکنه کار درست اینه خیلی هم خوبه ولی چه کاری از دست من برمیاد؟ چه کمکی باید بکنم؟ عرض کردم باید با هم بریم یعنی چی؟ یعنی من آخر عمری بیام مواد بفروشم؟ آقا موسی کریم آقا موسی کریم مثلا نزن. گوش حق. کن گوش کن عزیز من مثلا شما مثلا. فقط بذار من کارمو بکنم مثلا میگم بهتر نیست این بهروز و بهزاد ببری نخه به درد میخورن به درد نمیخورن اونا با خانواده باشن جاشون امن‌تره آها متوجهی بله پس من چی امنیت من چی میشه من پدر خانواده ای وای آقا کریم من خودم با شمام دیگه من حواسم بهت هست ای خدا قربون کریمیت برم بابا ما ناسلامتی می‌خواستیم بعد 30 سال یه سفر با زن بچه‌مون بریم ببین تاش داره به کجا می‌کشه بعد بریم مواد بفروشیم دیگه اشتباه کردیم دیگه تقصیر خودت خوب نمی‌خوای بری آماده شی بفرما بابا باشه
آقا جوری من محسنم. آقا محسن نمیتونی کارم رو خراب کنی یا نه؟ اینو ببین چقدر قشنگه. نه 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 زرده. خیلی خوب. حالا یه دونه دیگه مغازه هست، بیاین بالا. بیا 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 مامان بیا. بفرما بفرما. شکوفه شکوفه. با پریسا خانم یه لحظه ببخشید. یه لحظه داشت. یه لحظه. سلام سلام سلام. خوبی؟ آقا اکبر ما الان با هم بودیم. چه صحنه؟ آها راست میگی. ببینید حالا تعریف از خودم نباشه. راستش میخوام من عقل کل رفیقام یعنی آره به جان خودم. یعنی هر کدوم مشکل پیدا میکنن زنگ میزنن میگن الو اکبر جان این مشکل پیش اومده و من بهشون تز میدم و راه حل میدم. الان همین الان یکی از دوستام زنگ زد و گفت اکبر جان. گفتم جان اکبر جان. کو اکبر سالگرد ازدواجمونه. بعد من موندم الان به خانومم کادو چی بدم؟ گردن بند بدم، نمیدونم دست بند بدم، انگشتر بدم، چی بدم؟ آقا من که خیلی اهل طلا نیستم. ببینید ولی تا جایی که من خبر دارم خانوما همشون به طلا علاقه دارن. یعنی عین کلاغ میمونن، هر چیزی که برق بزنه رو سریع میخوان بردارن. به نظر من که اصلا خانوما اینجوری نیستن. ببخشید پریسا خانوما، دیدم که میگم ها، یعنی من نمونه خودم، خاله خودم، از اینجا تا اینجا علنگو دستشه. بعد که رامیره دی 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 به جان خودم الان بعد 60 کیلوه تلاش دریاری میشه 58 کیلو، 2 کیلو ارزش کم میشه. به نظر من اصلا خنده نداره اکبر آقا. یه سری از خانوما به جای کیف و کفش و لباس طلا میخرن، پول شوهرشون رو اینجوری پس انداز میکنن. اگه یه روزی شوهرشون بی پول بشه همونا رو میفروشن میذارن به خرج زندگی. یعنی پس شما از اون خان مدل هایی هستین که دوست دارین شوهرتون به جای کیف و کفش و لباس به شما طلا هدیه بده، درست نه؟ نه اکبر آقا، من اصلا از شوهرم هیچ توقعی ندارم. اصلا پیدا نمیشه این مدلی. بعد ببخشید یه سوال کوچیک دیگه بپرسم ازتون، معیار شما واسه ازدواج چیه؟ اکبر آقا منو دارن صدا میکنن، ببخشید. صدا نزد که خوب چیه یا رو با؟ اکبرم ایوا میدونم اکبری قصد ازدواج داری یا نه پرسیدی؟ آره ببین چیزه دو پهلو صحبت میکنه، یعنی نمیفهمم میخواد ازدواج کنه نمیخواد، دو پهلوه دیگه. تو چی پرسیدی؟ ببین پرسیدم که معیارت واسه ازدواج چیه؟ آها اینه جغت نگاه کرد. اینی جغد یا اینی بوز؟ یه فرقی نکنه. خیلی فرق میکنه. ببین جغد فقط اینجوری نگاه میکنه، هیچی نمیگه، سکوت. اما بوز اینجوری نگاه میکنه. ببین کامیز من موندم رو چه حسابی من خواهرم به تو دادم، خر سرم و گاز گرفت قبول کردم تو دامادم بشی. شغل خیلی عمیقم مگه بدی؟ خیلی عمیقی با من. Thank you.
سلام علی آقا. سلام. حالت چطوره؟ خوبی؟ خیلی خوش اومدید. علی آقا مسعودی آقا کریم. خوبی شما؟ حال شما خوبه؟ خوشم از دوستای خوبم آقا کریم. خوشم چه شمایید؟ خوبی علی جان؟ خبر؟ خیلی خوش اومدید. قربان. حالا میگم بهتون ازش حالا می خب چه خبر علی آقا؟ اوضاع احوال خدا که ماشین امانت هیچ نه امانت نیست اجاره میکنی آها اجاره هم رسید میشه میگم شامو چیکار کنیم بریم بیرون یا سفارش بدیم بیارن آن وقت گیر آوردی فقط کافیه جنسار گیر نیدیم کاری به سرت میارم که یه عم شام و نهار خوردن بذاری کنم چی شد؟ بی خودی همه تقصیر رو گردن من ننداز من فقط معرفیشون کردم بقیه کارو خودتون کردیم بده خبره خوبی دارم برات بلال ببینم تو هم وقت گیر آوردی سلام بابا جنسه دست خودشونه اصلا هم کریم و این یارو که نمیدونم کی راه افتادن واسه فروشش اون چیه؟ این چه عکسایی گرفتم واسه تحقیق کردم فهمیدم جایی که میرن همشون کوکولی بازن آره رئیس این پسر مشهدی هم افتاده با این خانواده همش تو خرید و اشغال و این ور اون وره این کیه؟ نمیدونم تو که فاک فامیلی این پسر مشهدی باشه بعضیشم تو گوشیم گرفتم ببینم این که دامادشونه فردا همه چی معلوم میشه بس داریم اضافه کاری میکنیم ها بزنیم امشب بریزیم تو خونهشون خلاص به جان خودم از سر رو ببینن کار تمومه گفتم که فردا همه چی معلوم میشه فقط بگو چشم منو چرا کشوندی مشهد دیگه اتفاقا با تو بیشتر کار دارم کجا میتونم مدیر اینجا رو ببینم؟ اینجاست سلام سلام سرگرد نظری هستم از دایره مبارزه با مواد مخدر بفرمایی خواهش میکنم خیلی خوش اومد بفرمایی خواهش میکنم عکس‌ها رو نشون بده این دو نفر رو میشناسین؟ بله دیروز اینجا بودن چی کار داشتن؟ حالا اومده بودن کارتینگ و ماهیانه اجاره کنن بابت چی؟ حالا هر کی میاد اینجا رو اجاره کنه بیزینس منه دنبال پوله یه لطفی به من میکنی چونم؟ اگه برای قرارداد اومدن اینجا این شماره من داشته باشین با من تماس بگیرین رو چشم آقا خیلی به من لطف میکنی مخلصی؟ ممنون قربان شما خداحافظ شما قربان شما تشریف داشتین قربان سوژه الان اینجا بودن همه الان در رفتن بیرون منتظر عوامل شما هستن را بیافتیم بریم چی شد؟ حدسم درست بود دارن جنسا رو میفروشن بریز بریم سراغشون نه احمق نباش از این وقت کارتو شروع میشه من؟ بله چیکار بکنم؟
بشین تو ماشین را بیافتین تا بهتون بگم. داداش ما الان رسیدیم مشهد، گفتم ببینم اگه هنوز مشهدی یه قرار بذاریم همدیگه رو ببینیم. پاشو بیا باقی که رفقا اونجا دور همین پشت میگذرونیم، صفایی میکنیم. نه بابا غریبه کی بوده، همه این خودت مشتی و با مرام کلی خوش میگذره بمون. فدا چم. ببین پس یه کاری کن، الان برات یه آدرس اسمس میکنم، تا یک ساعت دیگه اونجا باش، میام دنباله. باشه قربونه خدا بس. ما میریم باغ، برو ورشده بیارش باغ. باشه نگهدار، برو سریع ورشده بیار. را بیار. کجا؟ اون آقا شجاع درست صحبت کن، بی تربیت ادب داشتش. من مگه داداش بزرگتر تو نیستم؟ این دفعه سوال میکنم چرت و پرت بگی، یه دونه میذارم دندونات برسه تو شکمت. کجا؟ اون آقا شجاع. چرا میزنی؟ خب دعوتم. خب درست جواب بده، کجا؟ باغ. باغ؟ باغ. هر کی میگه باغ باید بریاره، برو خوش بگذره. بله. برو، من فقط به آقا جون بگم که هر کی بهت میگه باغ تو هم با کله میری. آه دلت میخواد بیای نه؟ آبه؟ نه دیگه دوست داری بیای دیگه، میخوای بیای؟ نهار چیه؟ کوبیده، جوجه، همه چی هست؟ کباب بازیه؟ کباب بازیه برنامه. آبا با کمان دستم آب بکشم. بودو بودو سریع بپوش بیا. بیا بیا آموسه جان، هنوز خیلی جایی که مونده باید بریم. زود خسته شدی کریم آقا. بابا یه ذره با ما بگرد ببین شغل ما چه سختی هایی داره. نه بابا خسته نشده، همینجوری پرسیدم. البته شغل شما واقعا خیلی سخته، خدا بهتون قوت بده. نیومدی زنگش بزنم. میخوای تو وایسی اونجا من برم اونجا؟ نه 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 بذار وایس کنم اینجا رو میان در قصد داریم این مرمون مره میکنیم. الو باش برشا چطوری؟ آره دیگه ما سر این کوچه ایم. آره جلوی این پارکه. باش باش چرا نیومدی؟ بیا باش. خدا کجا؟ بیا اومد بیا اینجا رو میاد. کن الان میرسی. آره او زیاده. آره بابا خوکاش داروخونه وای میستدیم. آره راست میگی. شامپو مامپو میگرفتیم. آره. افتخ میریم حتی میگیریم سر رو بشمون وایستیم بگیریم که قشم علا خیاله اونم راحت بشه. بروز داداش. سلام. بروز داداش. این دوتا اینجا چی کار میکنن؟ الو بگو شما سرگود. من فکر کنم رو دست خوردی. اینه که همشون با هم هم. مطمئنی؟ آره این دوتا برادر ها هر دوشون رو دست خوردی. خیلی خوب باشه بسیار. چی شد؟ چشم ازشون نباید بردارم. اومده بری برو. شد یه دفعه چرا جمعیه شدی؟ چه اینجور رانندگی میکنیم حسین جون؟ یواش ببین ما زیاد عجله نداریم برسیم. مگه نمیخوایم بریم خونه؟ یواش یواش منو سرگرد رحیمی صدا کن. آقای هاونی شما باید به خیلی سوالات ما جواب بدید. بازی تموم شد بابا. سرگرد موسی حرکت کن. ببین من که شما هرچی پرسیدیم به تو گفتم دیگه، چیزی ندارم برای گفتم که من تون میری وقتا بابا یه ذره آرومتر. برو کنار بابا، برو کنار نمیده رو تانی. اما واضح باش، اما واضح بگو اون بچه برو کنار. بسیار محکم بچه
عزیزا دل برا جانا نگارا فراغت می کند دیوان ما را نشانی رد پایی گوش چشمه به خانه راه گمگشت بارا درد غربتم عمری گرفتم خدام اینجا دلم در خونه یا خداوندا بگو آخر چگونه بسازم با غم یار و غم یار و غم یار یکی بار دیگر دل برم قصد سفر کن در جاده های عاشقی با من خطر کن عزیزم با من خطر کن از دوری یا دیری به تنگ اومد دل ای جا فکر فراغ و طاقت از سر بدر گل که از سر بدر کن خدا اینجا دلم در پیش در خدایا این سفر که می‌برسم خدایا کن سفر آسون برایم که بینم بار دیگر یکی بار دیگر دل برم قصد سفر کن در جاده های عاشقی با من خطر عزیزم با من خطر کن از دوری یا دیری به تنگ اومد دل ای جا فکر فراغ و تابت از سر بدر کلکم از سر بدر کن